سلام رفقا، به فارسی گیم تیوی خوش اومدید. امروز میخوایم تئوری های ماینکرافت رو ادامه بدیم و به بررسی واردن بپردازیم. بیاید قبول کنیم که این بازی از اون بازی ها نیست که دقیقاً بگه چه اتفاقی داره میفته. در واقع این بازی بر پایه طراحی جهان، نحوه به وجود آوردن، افکت های صوتی و ظاهر کاراکترها بنا شده برای کارگاه های مثل ما که بهش پی ببریم. مثال بارز این قضیه وقتی بود که آپدیت غارها و صخره‌ها برای ماینکرافت در ویدیوی لایو معرفی شد، با تیمی که ما رو با جدیدترین و جذابترین قسمت بازی آشنا کردن، یعنی واردن یا همون نگهبان. لطفاً قبل از دیدن ادامه ویدیو ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید. در اینستاگرام هم مطالب متفاوت می‌ذاریم، پس اونم فالو کنید. حالا بریم سراغ ادامه ویدیو. ما الان چی دیدیم؟ اونا دقیقاً نگفتن جریان واردن چیه، اما با یک نگاه کوچیک به سینه اون و روحایی که توش گیر افتادن میفهمیم که یک داستانی پشت این آقاست. ما الان تصویری از رفتارش و شرایط به وجود اومدنش داریم و به اندازه کافی اطلاعات داریم. اگه یه نگاه بهش بندازید میبینید که رنگ پوستش همون رنگ ماده‌ایه که برای ساخت پورتال بلاک اند استفاده میشه. این یارو عملاً داره یک نظریه رو میندازه توی کلمون. پس داره میگه یک جور راز حل نشده است. یه جورایی آره. با اینکه در آپدیت غارها و صخره‌ها واردن‌ها تا تابستون 2021 به بازی اضافه نمیشن که حدوداً یک سال طول میکشه، اما بازم خیلی چیزا ازشون میدونیم. برای شروع واردن‌ها در کنار یک قابلیت جدید که به غارها اضافه میشن معرفی شدن، اسکالک. موجودات طبیعی که در اعماق غارها هستن و همونطور که در گیم پلی بازی دیدیم مهمترین قابلیت اسکالک‌ها اینه که میتونن صدا رو حس کنن. اونطور که شنیدیم اسکالکا میتونن قدم‌ها، گلوله‌ها و بلاک‌هایی که ایجاد میشن رو تشخیص بدن. همینطور ول‌ها رو که به نظر اونقدر نرم هستن که عایق هر لرزشی باشن. این یعنی یک رابطه بین اسکالکا و واردن هستش. واردن کوره، یعنی از طریق صدا و لرزش بازیکن رو حس میکنه، مثل اسکالپ. اینم در نظر بگیرید که واردن و اسکالک هر دوشون در غارها پیدا میشن و ظاهرشون شبیه همه و به نظر میرسه که واردن یک موجودی که طبیعی رخ میده. مثلا یه چیزی که از اسکالکا در اومده یا اسکالکا تکامل پیدا کردن ممکنه، اما من سری نتیجه گیری نمی کنم. وقتی درباره اینکه آیا اسکالک و واردن از یک نوع هستن سوال شد، برندن پیرس یکی از سازنده ها اینطور جواب داد: اونا از یک چیز ساخته شدن، حداقل اینطوریه. یک جواب که از زیر سوال در بره، آیا اونا به همین شکل توسط مادر طبیعت ساخته شدن، یا شاید میگه که واردن ها ساخته دست یک موجود دیگه هستن. شاید یک نژاد باستانی از سازنده ها اسکالکا رو پرورش میدادن و از اون برای اختراعاتشون استفاده میکردن. فکر نکنم که زیادی آنالیز کرده باشم. مدارک زیادی پیدا شده دال بر اینکه یک تمدن بزرگ از سازنده ها در بازی وجود داشته. تمدنی که معبدها و معادن رو خیلی وقت پیش ساختن و به دلایل نامعلومی مجبور به ترکشون شدن. پس میدونیم که وجود داشتن و برگردیم سر جزئیات طراحی واردن ها که واسم جالب بوده. وقتی که به سینه واردن نگاه میکنی انتظار یک قلب تپنده رو داری، به جاش روحهای زندانی شده رو میبینی. موجودات زیادی نمیشناسین که با چندین روح به دنیا اومده باشن. این یعنی در ابتدا این موجود به نحوی ساخته شده توسط سازنده هایی که احتمالاً روحها رو به عنوان یک منبع انرژی مهار میکردن. و اگه فکر میکنید از این جزئیات بصری کوچیک چیز بزرگی میسازم، یه بار دیگه توسط برند پیرس از سازنده های بازی تایید شده. وقتی که درباره سینه آبی رنگ واردن ها ازش سوال شد، در توییتر اینطور جواب داد: من نمیتونم چیزی رو تایید کنم، اما مسلماً مثل یک ضربان قلبه و بافت اون یادآور روح هاست. و اگه این موضوع رو از دست دادین، وقتی دربارش قبلا صحبت کردیم. ماینکرافت تاییدش کرد که بعضی از آیتم ها در بازی عملاً با روح ها ساخته شدن که به عنوان منبع انرژی ازشون استفاده میشه. یا وقتی توییتر ماینکرافت این جمله رو گفت که یک ماجراجوی حقیقی روحش رو برای کارش میذاره و حقیقی ترین اونها روح دیگران رو هم میذاره، در اون قسمت به این نتیجه رسیدیم که وکس هایی که اووکر میسازه در حقیقت از روح هستن و این راهی بود که موجودات ساختگی دیگه هم از روح ها ساخته بشن، مثل واردن. پس در واقع این واردن ما یک جور ساخته مصنوعیه که توسط خاک روح ساخته شده. وقتی به طراحی و جزئیات داستان موجودات مختلف ماینکرافت نگاه بندازیم، همشون به دنبال این بودن که تقریبا مثل خدا باشن، با داشتن قدرت مرگ و زندگی. من قسمت‌های زیادی درباره این موضوع دارم، اما با توجه به شواهد ایلجرها چون داشتن روی به وجود آوردن زندگی آزمایش می‌کردن، از جامعه روستایی‌ها رانده شدن. قول آهنی یک پیشرو از یک نژاد باستانی بود که سعی داشت موجوداتی رو خلق کنه. ویدر هم به نظر یک آزمایش ناموفق از ساختن زندگی با خاک روح بود و این لیست از موجودات بیشتر از این است. و واردن هم به همین شکل که ترکیبی از روح و اسکالکه به نظر میرسه، یک پیشرفت طبیعی در این آزمایش ها بشه، ساخته شده، به وجود اومده. اما برای چه مقصودی؟ سوال همینه.
خب احتمالاً به چیزی که اشاره کردی ربط داره. واردن ها از جنسی ساخته شدن که پورتال ان ساخته شده. منظورم اینه که اون طیف سبز رنگ رو میتونیم تشخیص بدیم. پس اگه این واردن ها مصنوعی ساخته شده باشن، ممکنه همون زمانی ساخته شده باشن که پورتال های اند ساخته شدن. به اسمشون نگاه کنید. یادتونه که اند پورتال ها توی قلعه ها پیدا میشن. یک مکان مستحکم که در برابر حمله ها مقاوم باشه. حالا واردن رو در نظر بگیرید. این روزا وقتی از این کلمه استفاده میکنیم، منظورمون نگهبان زندان هاست. کسانی که مسئولیتشون نظارت بر نگهداری آدما در فضای محافظت شده است. اما کلمه واردن معانی بیشتری داره. کسی که مسئول مراقبت یا نظارت بر آدما، حیوانات یا اشیا رو داره، یک نگهدارنده. شاید اونا به عنوان نگهبان ساخته شدن تا از این پورتال‌ها محافظت کنن. اسم قلعه و واردن و رنگ دیزاین اونها. حتی این مسئله هم که واردن‌ها و هم قلعه‌ها در اعماق پایین جهان بیرونی پیدا میشن. همه اینا نشون دهنده یک ارتباط بین اونهاست. یک تئوری وجود داره که اندرمن‌ها در واقع یک نژاد باستانی از سازندهان که خیلی وقت پیش این پورتال‌ها رو درون قلعه‌ها ساختن تا از دنیای بیرون فرار کنن. و خیلی دیر فهمیدن که این یک سفر یک طرف است. اندرمن هایی که الان میبینیم از نسل همون سازنده های باستانی هن که به خاطر پیشرفت با نسل قدیمشون تفاوت های زیادی دارن. به جز تواناییشون در برداشتن بلاک ها و یک سری جملات که به زبون میارن، وقتی که اون قلعه ها رو میساختن منطقی بود که اون سازنده ها هم یک نگهبان بسازن که از قلعه محافظت کنه. به هر حال قلعه به چه درد میخوره وقتی کسی نباشه که ازش در برابر مهاجمین محافظت کنه. بعد از ساختن دنیای بیرون، روستاها و قولهای آهنی، سازندگان باستانی به کارشون ادامه دادن. اونا هر چیزی آزمایش کردن، مثل بناهایی که از روح ساخته شدن. این همون آزمایشاتی بود که در نهایت هس رو به همراه داشت، یا همون ویدر. اما خب پیشرفت رو هم به همراه داشت، مثل واردن که توسط همون موادی ساخته شد که باهاش اند پورتال بلاک‌ها رو ساختن، که بهشون مثل یک وسیله نقلیه برای فرار از دنیای زیرین کمک کرد. شاید فکر میکردن از طریق پورتال ها زود برمیگردن و واردن رو در خط دفاعیش در برابر هر کس که دنبالش کنه رها کردن، اما هیچ وقت بر نگشتن و واردن ها فکر کردن که اربابانشون رهاشون کردن. اونا در اعماق زیر زمین گم شدن، موجوداتی که ساخته شدن تا در تاریکی وجود داشته باشن و تا الان وجود داشتن و منتظر ما بودن تا بریم سراغشون. واقعا این اتفاق افتاده. این خیلی چیزها رو روشن میکنه. مثلا اسمش یا اینکه چرا توی سینه‌اش روح داره. این قطعا یک احتماله. اما طبق تحقیقاتم ممکنه که اسکالکا یه جوری خزیدن و حرکت کردن و با خاک روح تماس داشتن و راهی رو پیدا کردن تا اون انرژی رو تسخیر کنن و واردن رو به وجود بیارن. آره، ممکنه به هر حال یه گیاه این کارو بکنه و اصلا مهم نیست اسم واردن از کجا میاد، اما ممکنه. همونطور که برندن پیرس گفته که میتونید سر این موضوع که اسکالک معمولا یک موجود هوشیاره بحث کنید. عجیبه که گفته اسکالک معمولا هوشیاره. یعنی میشه گفت همه اسکالک‌ها بخشی از یک نوع ذهن مجتمع باشن که واردن کنترلشون میکنه. یا اینکه چه اتفاقی میفته وقتی با خاک روح برخورد میکنه. یا شاید یک احتمال دیگه، شاید اسکالک خودش رو با یک قول آهنی چسبونده. در مدل قول آهنی میبینیم که اونها با ساقه گیاه پوشیده شدن. چی میشد اگه این ساقه ها تن و گیاهی نبودن که تصمیم گرفتن یک قول آهنی رو خونه خودشون قرار بدن؟ اسکالک‌ها نمیتونستن به نفع کنترل یک قول آهنی رو به دست بگیرن؟ فکر بدی نیست. همونطور که در توییتر تایید شده اسکالک بزرگتر و سنگینتر از قولهان و حتی قویتر و همچنین بازوهای بلندی دارن. اما هنوزم روحا یا اسم یا رابطهشون با این پورتال ها رو توضیح نمیده. واسه همین شرط میاندم که اونا یک موجود ساخته دست یک نژاد باستانی هن. مشخصه که این روزا موجانگ بیشتر برای بخش داستانی داره وقت میذاره. خب این از اون روزا نیست که بگیم ما راز واردن در اسکالک رو حل کردیم. این کاری که ما باید به عنوان یک اجتماع و با همدیگه انجامش بدیم، با گفتگو. خب ازتون ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید تا در آینده ویدیوهای بیشتری تولید کنیم. تا ویدیوهای بعدی روز خوبی داشته باشید.